سلام دوستان امیدوارم خوب باشید با یک ویدیو جدید در خدمتتون هستم در حالی که 15 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری فرانسه باقی مونده مارین لوپن رهبر راستگرای فرانسوی و کاندید ریاست جمهوری واسه انتخابات آتی ریاست جمهوری در این کشور اظهارات تازهی رو در مورد بنیادگرایی اسلامی و همچنین هجاب در فرانسه گفته که یه مدار جنجالی شده توی این کشور در این ویدیو قصد داریم که به این اظهارات خانم لوپن بپردازیم با ما همراه باشید بیش از یک سال به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه باقی مونده و لوپن که در نظر شانه به شانه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه قرار داره مواضع تازی رو درباره بنیادگرایی اسلامی و همچنین هجاب توی فرانسه مطرح کرده. خانم لوپن طرحی رو پیشنهاد داده که سختگیری بسیار بیشتری رو علیه اسلامگرایی توصیه میکنه. به او همونطوری که با ایدئولوژی نازیسم مبارزه میشه باید با اسلامگرایی نیز مبارزه کرد خانم لوپن گفته که ما با نخستین جنگ جهانی سده 21 مواجهیم که در انقلاب اسلامی ایران ریشه دارد و با رویدادهای 11 سپتامبر 2001 رسما شروع شد به نوشته روزنامه لوموند متر تری که از سوی مارین لوپن ارائه شده لحن تندی داره اما در این حال میتونه تصوری نسبتا دقیق از نقشه ها و طرحهای حزب تجمع ملی در صورت دستیابی به قدرت ارائه بده بر اساس این طرح ایدئولوژی های اسلامگرا در فرانسه ممنوع خواهد بود از نظر خانم لوپن طرح دولت کنونی که به مبارزه با جدایی طلبی اسلامی معروف شده عملا بیفایده و بیحاصله به گفته خانم لوپن طرح دولت کم کم از کلمه اسلامگرایی به جدایی طلبی و سرانجام به لایسیته تقلیل یافته است. اهداف اصلی لایحه‌ای که از سوی دولت پیشنهاد شده جلوگیری از نفوذ کشورهای خارجی در محافل اسلامی مبارزه با تبلیغ اسلامگرایی در فضای مجازی و همچنین مقابله با چند همسری و ازدواج اجباری است. جناه راست فرانسه معتقدی که امانوئل مکرون و همفکراش شجاعت لازم رو در بیان مقابله با اسلامگرایی ندارن و همین هم باعث چندین رویداد خشن در زمان دولت آقای مکرون در فرانسه شده از جمله بریده شدن سر یک معلم تاریخ در فرانسه و همچنین حملاتی که با چاقو یا سلاحهای سرد یا گرم گهگداری در فرانسه میشه مثل حمله اخیری که توی یک کلیسا در شهر نیس فرانسه صورت گرفت بنابراین همواره دولت مکرون در این زمینه مورد انتقاد حزب راست گرای فرانسه از جمله خانم لوپن قرار میگیره به باور خانم لوپن لایحه پیشنهادی دولت نیست فقط به بحث های طولانی خواهد انجامید و تاثیر سیاسی قابل توجهی نخواهد داشت طرح پیشنهادی حزب تجمع ملی میکوشه تا در مقدمه ایدئولوژی های اسلامگرا رو تعریف کنه در این تعریف اومده که این نوع ایدئولوژی ها با قانون اساسی فرانسه تباین داره و عزت انسانی و آزادی وجدان و بیان رو رعایت نمیکنه و حتی اتحاد ملی رو به خطر میندازه بر اساس این طرح حجاب در خیابان های فرانسه ممنوع میشه یک کارمند دولت حق داره که در صورت مشکوک بودن مراجع به اسلامگرایی از ارائه خدماتی مثل کمک هزینه یا مسکن دولتی به او خودداری به ورزه. اگر کارمندان بخش خصوصی به طور علنی یا غیر علنی اسلامگرایی رو تبلیغ کنند، امکان اخراج اونها فراهم خواهد بود. همچنین دولت مختاری که از استخدام چنین افرادی سر باز بزنه. افراد غیر فرانسوی نیست که دست به چنین تبلیغاتی بزنن از کشور اخراج خواهند شد. در طرح قانون حزب تجمع ملی اومده که آموزش و پرورش دولتی باید در بیطرفی کامل و در جهت تحکیم احساسات میهنی و آگاهی به اتحاد ملی انجام بگیره حتی ظاهر ساختمان ها نیز باید با فضای اطراف هماهنگ باشه و بنابراین مناره مساجد رو میتوان ممنوع کرد همچنین همه نوع انتشارات نقاشی یا فیلم هایی که ایدئولوژی های ممنوعه رو ترویج کنه ممنوع خواهد بود و کتابخانه های دولتی از کتاب های تبلیغ اسلامگرایی تصویه خواهد شد در این زمینه در مورد قرآن هیچ توضیحی در این طرح دیده نشده خانم ماری لوپن تاکید میکنه که از نظر او حساب اسلامگرایی از دین اسلام جداست او میگوید روش من هیچ مداخله ای با دین نداره من ایدئولوژی تمامیت خواه مرگاور رو از ایمان اسلامی و اعتقادات اکثریت مسلمانان فرانسه جدا میدونم خانم لوپن اضافه میکنه که ممنوعیت ایدئولوژی های اسلامگرا در فرانسه هیچ اشکالی نداره و با اصول دموکراسی مقایر نیست زیرا در این کشور ایدئولوژی های دیگه همچون نازیسم نیز ممنوع شده از نظر خانم لوپن بایستی با اسلامگرایی هم به اندازه نازیسم در فرانسه مقابله کرد خب امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه اگر این ویدیو رو دوست داشتید خیلی ممنون میشیم که اون رو لایک کنید اگر هم هنوز عضو کانال یوتیوب ما نشدید میتونید با زدن بر دکمه سابسکرایب یا آبونه عضو کانال ما بشید تا از جدیدترین ویدیوها زودتر از دیگران با خبر بشید تا یک ویدیو دیگه خدا نگهدار